برای اکثر کاربران آیفون ها بستن اپ های اخیر تبدیل به یک عادت روزانه شده با این ذهنیت که موجب کاهش مصرف باتری میشه، ولی در حقیقت این اتفاق نمیفته و من در این ویدیو توضیح میدم که چرا. سلام، من احمد نیازی هستم. خوشحال میشم اول ویدیو رو لایک کنید، در مرحله دوم کانال رو سابسکرایب کنید تا هر چه سریعتر به رقم 100,000 تا برسیم و بریم ورزشگاه آزادی پر کنیم. دمتون گرم. وقتی بحث سرعت عمل کرد میشه، بستن دونه به دونه اپ ها در واقع تجربه کنتر از اجرای مجدد همون اپ ها رو برای شما رقم میزنه. ببینید، سیستم عامل iOS طوری طراحی شده که بیاد منابع مصرفی CPU و حافظه رو خیلی خوب مدیریت بکنه، اپ ها رو بهینه بکنه تا سریع آماده به کار بشه بدون اینکه اصلا کاربر متوجه بشه. اما وقتی شما سیستم عامل مجبور میکنید که دونه بدون اپ های اخیر رو ببنده، دیگه در واقع دارید فرصت بهینه سازی رو ازش میگیرید. در واقع شما با این کار دارید اپ رو از حافظه سیستمی خارج میکنید و دیگه اپلیکیشن یادش میره شما تو کدوم بخشش بودید و داشتید چیکار میکردید. اما تو اجرای مجدد اون اپ، بنده خدا اپلیکیشن مجبور تمامی داده ها رو بارگذاری بکنه، به جای اینی که خیلی راحت میتونستی تو حالت استندبای نگرش داری. قبول دارم که تو حالت استندبای بودن پارانویای اتلاف انرژی رو تداعی میبخشه، ولی در واقعیت این اتفاق نمیفته. بذارید مسئله رو جوری دیگه باز کنم. تصور بکنید که هر بار با آیفونتون کار ندارید، اون رو کاملا خاموش بکنید و برای استفاده مجدد اون رو دوباره روشن بکنید. اینطوری در کنار زمان زیاد کلی مصرف باتری بالا میره. این دقیقاً همون اتفاقیه که شما زمان بستن اپ ها ایجاد میکنید. اینو بدونید که اپ ها طوری طراحی شدن که تو پشت زمینه گوشی فعال و باز باقی بمونن. از اون طرفم سیستم عامل iOS مدیریت فوق العاده خوبی رو مصرف منابع اپ های پشت زمینه داره که به طرز غیر ملموسی مصرف باتری رو بالا نبرن. حتی در خیلی از مواقع اپ ها توی بک‌گراند حضور دارن ولی از حافظه سیستمیک پاک شدن. یعنی اینی که اگر برید روی اون اپ میبینی اپ داره دوباره بارگذاری مجدد میشه، به این دلیل که طی چند ساعت گذشته شما از اون اپ استفاده نکردید یا خیلی اپ دیگه باز کردید، اون اپ رفته اون پشت. خود iOS میاد برای کاهش مصرف باتری و مدیریت منابع مصرفی اپلیکیشن رو میبنده. فقط ظاهرا اونجاست که باشه. خب یه سوالی پیش میاد، وقتی که بستن دونه بدونه اپ ها فایده ای نداره، اصلا چرا این قابلیت وجود داره؟ خب بخش اپ های اخیر فقط به یک دلیل طراحی شده، اونم وقتی که یک اپ درست کار نمیکنه. شما با بستن اون در واقع باعث میشید که از حالت هنگی در بیاد. در خیلی از مواقع هم خود آیفون دیگه اصلا خوب کار نمیکنه، شما در نهایت مجبور گوشی رو خاموش کنید دوباره مجددا روشن کنید. این تنها شیوه ایه که شما میتونید یه سری از مشکلات نرم افزاری رو حل کنید. واسه همینه که اپل این قابلیت رو خیلی دم دستی نذاشته. شما باید به بالا سوایپ بکنین، بعد روی هر اپ بگیرین سوایپ بکنین، واسه همین یه مقداری سختش کرده. اما در نهایت اگر انجام این کار موجب حال خوبتون میشه، من کاملا درکتون میکنم. فقط بدونید که این کار هیچ سودی در عملکرد باتری نداره، بلکه موجب تجربه کنتر و میتونه گاهن موجب افزایش مصرف باتری هم بشه. من احمد نیازی هستم، ممنونم که تا پایان ویدیو همراهیم کردیم.